بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها رسیدیم به درس یک و با هم میخوایم درس یک رو بررسی کنیم. درس یک استادان و شاعران قرن هفتم، هشتم و نهم رو بررسی میکنه، خیلی مجمل و خلاصه. از جمله کسایی که بررسی میکنه مولوی هست، سعدی هست، فخرالدین عراقی هست، نجم الدین رازی، عطا ملک جوینی، خواجه رشید الدین فضل الله، شمس قیس رازی، ابن یمین فریومدی، خواجوی کرمانی، حافظ، سلمان ساوجی، عبید زاکانی، حمدالله مستوفی، جامی، شاه نعمت الله ولی و دولت شاه سمرقندی است. از هر کدوم یه مقداری بر می‌داره، به شما معرفی میکنه، ببینیم چجوری به اینها میپردازد. بچه ها رسیدیم به درس یکم، تاریخ ادبیات فارسی در قرنهای هفتم، هشتم و نهم. اما قرن هفتم، سال گذشته با تاریخ ادبیات ایران در قرنهای اولیه هجری تا قرن ششم آشنا شدیم و دریافتیم که برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت‌های غزنوی و سلجوقی و تغییر مکتب ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم، گفتیم حدود اصفهان و شیراز و عمرا ری که میگن عراق عجم، زمینهای تغییر سبک را در متون زبان فارسی پدید آورد و خواندیم که سبک‌های بینابین و آذربایجانی از سبک‌های خراسانی فاصله گرفتند و کم کم سبک عراقی پدید آمد. پس سبک بین بین همون فاصله سبک خراسانی و عراقی است، حواستون باشه. سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک غالب متون ادب فارسی است. مغولان در اوایل قرن هفتم 616 هجری قمری به نواحی مرزی ایران حمله کردند و بعد به تدریج بر نواحی دیگر هم چیرگی یافتند و به نظام اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی ایران آسیب‌های عمده‌ای رساندند. خراسان که کانون فرهنگی ایران بود ویران شد و بسیاری از مدارس که مهد علم و فرهنگ بودند از بین رفتند و بزرگانی چون نجم الدین کبرا و فریدالدین عطار نیشابوری در یورش ویرانگر مغول کشته شدند. کمال الدین اسماعیل، مداح جلال الدین خوارزمشاه که خود در سال 635 هجری قمری به دست مغولان در اصفهان کشته شد، درباره قتل عام سال 633 هجری قمری در اصفهان میگوید: کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. با حمله ویرانگر مغولان و بعد از آن هجوم وحشیانه تیمور و حکومت ظالمانه، این دو نه تنها بناها و آبادانی‌ها بلکه بنیان فرهنگ و اخلاق نیز تباه و ویران گردید و دوستداران فرهنگ و اخلاق که سرخورده و مایوس شده بودند اغلب منزوی شدند و به تصوف پناه بردند تا به آرامش برسند و برای تسکین خود به ادبیاتی روی آوردند که بر عواطف انسانی، ترویج روحیه تسامح و تساهل، خدمت به خلق، نه علامت بزنید، اینو مهمه، آزادگی و اعتقاد به بی‌ثباتی دنیا تکیه داشت. در اواخر دوره مغول بساط حکومت آخرین خلیفه عباسی، حواستون باشه، المعتصم بالله برچیده شد و با توجه به پایان یافتن خلافت زبان رسمی و رایج عربی از رواج افتاد و توجه به زبان فارسی که زبان توده مردم بود رونق بیشتری گرفت. حواستون باشه که این اتفاق افتاد. دلیل نامگذاری سبک این دوره به عراقی این است که بعد از حمله مغول کانونهای فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شد. اولین نشانه های تغییر سبک از زمان سلجوقیان آغاز شد، اما خراسان هنوز به طور کامل ویران نشده بود و شاعران و نویسندگان بزرگ در این دوره غالبا از اهالی شهرهای عراق عجم که بهتون گفتم اصفهان، همدان، ری و عراق کنونی باشند بودند
وضعیت زبان و ادبیات فارسی در این دوره مثل بسیاری از دانش‌های دیگر با دوره‌های پیش از خود متفاوت شد و به نوعی دچار سستی و نابسامانی گردید، چرا که بسیاری از دانشمندان و ادیبان کشته و یا متواری شدند و دیگر از درباری‌ها و دیگر از دربارهای ادب دوست و خاندان‌های فرهنگ پرور خبری نبود. اما در کنار این عوامل مخرب و منفی، در این دوره عوامل مثبتی نیز وجود داشت که رشد و زبان ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشمندان را موجب شد. با انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت و در حوزه ری، فارس، همدان و اطراف آنها آثار ارزشمندی پدید آمد و زمینه‌ای برای تغییر سبک از خراسانی به عراقی ایجاد شد. در این زمان قالب‌های جدید نیز در شعر و نثر پدید آمد. شعر این عصر نرم و دلنشین علامت بزنید و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از حاکمان روی برتافتند، دیگه متن اونا را نگفتند. در نتیجه قصیده که پیش از این در خدمت ستایش فرمان روایان بود کم رنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت. دقت کنید اینا را علامت بزنید. البته قالب مثنوی نیز برای ظهور عاطفه، اخلاق، عرفان میدان فراغی پیدا کرد. کدوم قالب؟ قالب مثنوی. و در نمونه های ارزشمندی مانند مثنوی مولوی حماسه ای عرفانی سروده شد که قهرمانش انسان پاک نهاد و خداجویی است که به نبرد با هوای نفس می پردازد. نثر در این دوره بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کند. یک، ساده نویسی در آثاری مثل طبقه ناصری و مرصاد العباد و دیگر پیچیده نویسی همون فنی با محتوای عمدتاً تاریخ حاکمان وقت که در آثاری همچون تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشای جوینی دیده می شود. خب میخوام از الان به بعد استادان این زمان رو چکار کنیم؟ بازشناسی کنیم، دوباره به شما بشناسونیم، بهتون بگیم اینا کیان. خب اولین شخص مولوی است. مولوی رو خیلی شنیدید، اما حالا یک مختصری برای شما بگیم. مولانا جلال الدین بلخی معروف به مولوی از شاخص‌ترین شاعران عارف است که در دو محور اندیشه و احساس آثاری جاودانه پدید آورد. او در مثنوی معنوی و دیوان شمس بسیاری از معارف بشری و مسائل عرفانی را بیان کرده است. از میان آن آثار منصور مولانا فیه مافی و مجالس سبعه را مولانا گفته و شاگردان نوشتند و مکاتیب مجموعه نامه‌های مولانا به قلم خود است. اثر اخیر سبک نثر وی را بیشتر و بهتر نمودار می‌کند. حواستون باشه به تست. مورد بعدی، شخص بعدی سعدی است. فرمان روای ملک سخن، 35 سال گرد جهان گشت، تجربه اندوخت، از هر خرمنی خوشه‌ای چید و گلستان را به نثر مسجع و بوستان را در قالب مثنوی پدید آورد. دو اثر ارزشمندی که به ما درس اخلاق و حکمت می آموزد. استاد سخن نه تنها در ادبیات تعلیمی سخنگوی ضمیر خودآگاه ایرانی است، در سرودن غزل‌های عاشقانه نیز سرآمد شاعران و نویسندگان فارسی زبان است. وی در بیشتر قالب‌های ادبی طبع آزمایی کرده و شاهکارهای ماندگاری در ادب فارسی به یادگار گذاشته. مورد بعد، فخرالدین عراقی از دیگر شاعران نام‌آور این دوره و صاحب غزل‌های عرفانی زیباست. حواستون باشه، مثنوی عشاقنامه علامت بزنید. مثنوی عشاقنامه او مشهور است. او در هر فصل این مثنوی به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل، حواستون باشه، و حکایت به پایان برده. ممکنه بگن چه کسی سخنش با تمثیل به پایان برده؟ همچنین در کتاب لمعات خود سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر جفتش بیان کرده است. شخص بعدی، نجم الدین رازی معروف به نجم دایه، از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارسته این دوره است. او کتاب مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد را در بیان سلوک دین، حواستون باشه، تربیت نفس انسانی نوشت.
نثر کتاب گاهی ساده و گاهی مسجع و موازنه داره، موازنه است. علاوه بر این نویسنده در خلال موضوعات کتاب احادیث، آیات، اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می‌کند و شاعران دیگر نقل می‌کند. این اثر که نثری شیوا، آراسته و دلانگیز است، در بین متون عارفانه از مرتبه والایی برخوردار است. عطاملک جوینی خب از نثر نویسان این دوره است. خاندان او از افراد با نفوذ و حکومت مغولان بود. وی از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت و در سفرهای متعدد حضور داشت و اطلاعات فراوانی درباره تاریخ مغول کسب کرد که موجب تألیف کتاب جهانگشای جوینی شد. این کتاب در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباه نوشته شده است. نثر این کتاب حواستون باشه مصنوع و دشوار است. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی یکی دیگر از چهره‌های علمی و سیاسی در عصر ایلخانی به شمار می‌رود. وی وزیر مقتدر قازان خان و الجایتوی بود. مهمترین کتاب او جامع التواریخ حواستون باشه نام دارد که به نثری عالمانه و پخته نوشته شده است. اقدام مهم فرهنگی او تأسیس امارت ربع رشیدی در تبریز است که در حکم دانشگاه آن زمان بود. مورد بعد، شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست این دوره است و اثر معروفش المعجم فی معایر اشعار العجم از نخستین و مهمترین آثار در علم عروض، قافیه، بدی و نقد شعر به شمار می رود که نثر او در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب ساده و عالمانه است. وقتی میگه ساده و عالمانه است، این که بریم که خب مثلا بابا آب داد و اینا نیستا، باید عالم باشی تا برات ساده باشه. قرن هشتم. خب حالا می‌ریم سراغ قرن هشتم و استادانشون. اول در مورد قرن هشتم. در این دوره به دلیل بی‌اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی‌تعصبی برخی دیگر نسبت به مذاهب رایج، فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب‌های مختلف عقاید خود را بروز بدن، ابراز کنند. قلمرو بارندگی زبان و فرهنگ فارسی نیز عرصه وسیع یافت، به طوری که از شبه قاره هند تا آسیای صغیر بسیاری به این زبان سخن می‌گفتند. ضمن اینکه عراق عجم و مهمتر از آن شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می‌رود. از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در پیداش، وقتی اونا نباشن قصیده هم میفته، و زبان شعر جز در سرودهای شاعران شاخص مانند خاجو و حافظ به سستی گرایید. خاجوی کرمانی از غزل پردازان برجسته دوره هشتمه، قرن هشتمه، شاعری که غزلهای او بر حافظ نیز تأثیر گذار بوده است. خاجو چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. شعر او در مجموع کمال یافته و پخته است. ابن یمین فریومدی شاعر عصر سربداران، مردی دهقان پیشه بود. دقت کنید اینا رو، که قدرت شاعری خود را در قطعات اخلاقی آشکار کرده. وی در شعر خود قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تأکید قرار می دهد. مرد آزاده در میان گروه، گرچه خوشخو و عاقل و داناست، محترم آنگهی تواند بود که از ایشان به مالش استقناست. وان که محتاج خلق شد خار است، گرچه در علم بو علی سیناست. خب میریم سراغ حافظ، حافظه ملت ایران. از شاعران سرآمد قرن هشتم است. او با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به کمال رسانید. لحن سخن او گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصلاح طلبی است. در غزل او فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی اسلامی خود رخ می نماید و شعرش به قول خود او همه بیت الغزل معرفت است.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. خب مورد بعد، شخص بعدی، سلمان ساوجی. از دیگر شاعران این قرن است که در غزل توجه خاصی، حواستون باشه، سلمان ساوجی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی در سبک عراقی است. مثنوی جمشید و خورشید او به شیوه داستانهای نظامی سروده شده است. خلاصه نویسی کنید اینا رو یادداشت برداری کنید. مورد بعد، عبید زاکانی، شاعر خوش‌ذوق و آگاهی است که نکته یابی و اعتقاد و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف است. شاعری که ناملایمات اوضاع آشفته روزگار خود را بر نمیتافت و تزویر و ریاکاری حاکمان را در آثار خیش به تصویر کشیده. او در منظومه موش و گربه ناهنجاری‌های اجتماعی را به شیوه طنز و تمثیل بیان کرده است. این شوخ طبع آگاه نه تنها در شعر که در نص نیز دارای طنزهای ماندگاری است و رساله دلگشا اخلاق الاشراف و سن و صدپن از جمله آثار اوست. حمدالله مستوفی از مورخان مشهور ایران و نویسنده کتاب تاریخ گزیده است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 730 هجری قمری است. خب دقت داشته باشید اینایی که براتون میخونم. رفتیم به سال قرن آخر، قرن نهم. بعد از غارت و ویرانگری های مغول، ایران دستخوش حمله بنیان برانداز دیگری شد و بر اثر آن ابنیه فرهنگی، ادبی و اجتماعی کشور یکسره از بین رفت، نابود شد. این حادثه به وسیله تیمور گورکانی صورت گرفت و آنچه را که پس از حمله مغول سالم یا نیمه سالم مانده بود، مثل فارس و یا در زمان ایلخانان مغول مختصر تجدید حیاتی یافته بود، همه را ریشه‌کن کرد، همه را از میان برد، همه از میان رفت. تیموریان تقریبا از نیمه دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت کردند و ویرانگری های آنها ادامه داشت. البته بازماندگان تیمور همچون بازماندگان چنگیز کم و بیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و بعد از مدتی در ایران متمدن شدند. در عهد آنان علاوه بر گسترش هنرهای چون مینیاتور، معماری و تذهیب و تاریخ نویسی نیز ادامه یافت و ادبیات رونق و جان تازه‌ای گرفت. کسانی مانند جامی و دولت شاه کتاب‌های ارزشمندی نوشتند. هرچند این رونق بنیادی نبود، اساسی نبود و کتاب‌های تحقیقی این دوره عمدتاً سطحی و ادبیات این دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود. پس از مرگ تیمور، شاهرخ توانست شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار دهد. او با علاقه‌ای که به فرهنگ و هنر اسلامی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوشنویس، نقاش و شاعر حمایت نمود. بایسنقر میرزا پسر او نیز هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن کریم و شاهنامه فردوسی را به خط خوش نگاشتند و با تصویری زیبا آراستند و آثاری ماندگار از هنر اسلامی عرضه کردند. از شاعران و نویسندگان معروف این دوره افراد زیر را می توان برشمرد. جامی معروف‌ترین شاعر این قرن می باشد. کتابش چیه؟ کتابش بهارستانه که به تقلید از گلستان نوشته شده و در کتاب نفحات الانس جامی خود نیز شیوه تذکرت الاول، دقت کنید، در کتاب نفحات الانس از شیوه کیه؟ تذکرت الاولیای عطار استفاده کرده. در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برده در اون. او همچنین مثنوی هایی به پیروی از نظامی سروده که تحفت الاحرار یکی از آنهاست. گفت به مجنون صنمی در دمشق، کی شده مستغرق دریای عشق. یا دمشق بخونیم که اونم عشق بخونیم.
عشق چه و مرتبه عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ عاشق یک رنگ و حقیقت شناس، گفت که این محو امید و هراس، نیست به جز عشق، نیست به جز عشق در این پرده کس، اول و آخر همه عشق است و بس. مفتعلون مفتعلون فاعلون. شاه نعمت الله ولی از دیگر شاعران قرن نهم که در تصوف و طریقت مقامی رفیع داشت و سلسله صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود، شاه نعمت الله ولی است. دیوان شعرش مضامین عرفانی دارد. آخرین فردی که اینجا معرفی می کنه در دو خط دولت شاه سمرقندی است. از نویسندگان این قرن است که تذکره دولت شاه را به تشویق امیر علی شیر نوایی نوشته است. این کتاب شرح احوال بیش از 100 تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است. خب رسیدیم به خود ارزیابی. بچه‌های عزیز، تاریخ ادبیات رو باید خلاصه کنید. اگر بخواید همه 8 9 سفر رو بخونید در ذهن بسپارید، این راه که شما میروید به ترکستان است، نمیتونید از پسش بر بیاد. این همه آثار، این همه نوشته، این همه سخن، اینها رو باید خلاصه نویسی کنید. شما 9 صفحه رو به 2-3 صفحه بیشتر یا کمتر تقلیل بدید، 2-3 صفحه کمتر تقلیلش بدید، همیشه نصفش کنید، همیشه به 1/3 که خلاصه نویسیش تقلیل بدید. بچه ها باید نکات برجستش رو در بیابید، باید اون نکات مهمش رو زیرش خط بکشید، اونها رو بخونید، آثار رو بخونید، محتوای آثار رو بخونید، اون نکته های بارز رو ازش کار کنید، استخراج کنید. این تا اینجا. میرسیم به خود ارزیابی ها. خود ارزیابی ها رو یک پک کامل بهتون میدیم، یک پک کامل بهتون میدیم، اون تمام خود آزمایی ها درش حل شده. فعلا تا اینجا بدرود.